هفته‌نامه اکسپرس با این عنوان و این عکس می‌نویسد: جنگ در اوکراین نیاز غرب را به انرژی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر ساخته است. در حالی که در گفتگوهای برجام تهران خواهان خروج سپاه قدس از فهرست تروریستی است، رئیس ستاد ارتش امریکا ژنرال مایک میلی میگوید با این امر مخالف است. دیروز 4 نظامی امریکایی در سوریه مجروح شدند. در این حال ناظران میگویند اینکه سپاه پاسداران اگر از فهرست تروریستی کنار گذاشته شود ممکن خواهد بود، چرا که دیگر تحریم‌ها علیه سپاه وجود دارد. به خصوص ژنرال میلی گفت آنچه میگوید سلیقه شخصی اوست و به معنای مایل نیست به گفتگوهای برجام لطمه وارد بیاورد. از این گذشته وزیر دفاع امریکا ژنرال لوید آستین هم حاضر نشد درباره برجام اظهار نظر کند. او گفت من اظهار نظر نخواهم کرد و آنچه را که با آقای بایدن میگویم در اینجا تکرار نخواهم کرد. بخش فرانسه زبان خبرگزاری ایرنا میگوید آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه حکومت با همکار عراقیش آقای فؤاد حسین تبادل نظرهای همکاری برای آینده را داشتند. خبر آمده که امریکا شب گذشته یک پهباد در حال حرکت به سمت پایگاهش در عراق را سرنگون ساخته است. جالب است که این گونه حوادث را هرگز هیچ گروهی به عهده نمی‌گیرد و اغلب بدگمانی و اتهام به سمت جمهوری اسلامی نشانه می‌رود. در حالی که محاکمه بسام آیاشی 75 ساله به دلیل عملیات تروریستی ادامه دارد، در شهر تولوز امروز صبح فردی یک بسته حامل مواد منفجره را در کلیسایی که در حال برگزاری نماز و دعا بود قرار داد. در این عملیات هیچ صدمه‌ای به بار نیامد و گروهی هم آن را عهده‌دار نشد. درباره محاکمه بسام آیاشی که از روز دوشنبه در پاریس آغاز شد در دو برنامه دکه توضیحات لازم گفته شد، اما حالا او در دادگاه میگوید چگونه بعد از 4 سال در سوریه و حتی از ترکیه اخراج شد و چگونه وارد فرودگاه پاریس و بلافاصله دستگیر شد. او میگوید با سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه همکاری کرده و آنها از او خواستند به لبنان برگردد و جهادیون را شناسایی و به فرانسه خبر بدهد. او میگوید مقامات امنیتی به او گفتند با ما همکاری کن، اگر ببریم با هم برده ایم، ولی اگر نه تو فقط بازنده خواهی بود. چهارمین حادثه تروریستی در اسرائیل، آن هم ظرف 3 هفته، نگرانی های تازه‌ای را در خاورمیانه فراهم آورده است. باید گفت این حادثه تروریستی در اسرائیل را بسیاری از سران سیاسی جهان از جمله آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه و به خصوص آقای محمود عباس به شدت آن را محکوم کردند. نخست وزیر اسرائیل به دنبال این اتفاق دستور آزادی تام و تمام به نیروهای امنیتی داده است. در ارتباط با اوکراین می‌دانیم که اتحادیه اروپا آشکارتر از گذشته همدل و همراه اوکراین شده و از آن طرف روسیه ادعا و حرفهای خودش را دارد، مانند آخرین بیانیه که سفارت روسیه در فرانسه ناشر آن است و همه جنایات انجام شده را به گروه‌های افراطی در اوکراین نسبت می‌دهد. از جمله به عکس و مطالبی اشاره دارد که به گفته این بیانیه دانشگاه جورج واشنگتن نوشته بود گروهی افراطی با ارتش اوکراین در تماس بوده تا مبارزات آزادی سازی را در سال 2021 راه اندازی کنند. در تصمیم گیری برای اخراج روسیه از کمیته حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی با این امر مخالفت کامل نشان داد. شب گذشته در این رأی گیری از 193 دولت رأی دهنده 24 دولت هوادار روسیه بودند و پیشتر در سال 2011 لیبی از این کمیته اخراج شده بود. و در پایان در برنامه دکه انتخاب خبر خوش دشوار نیست، اما تعدادش کم است و این روزها اگر هم هست متضاد است، مانند ازدواج این دو نظامی در اوکراین که زیبایی عشق را تصویر کرده و یا اینکه یک زوج یهودی
روز 40 جنگ در اوکراین در شهر دنیر در شرق این کشور ازدواج کردند. عروس و داماد تاتانیا و الکساندر قرار ازدواجشان را از 4 ماه پیش گذاشته بودند و جشن کوچکی را با 25 میهمان برگزار کردند. شاید پاسخ به جنگ زندگی باشد.